آغاز آموزش حضوری در مدارس پس از 2 سال وقفه به دلیل همه‌گیری کرونایی در ایران. گفته می شود با پایان تعطیلات نوروزی خیز جدید کرونا در بسیاری از استانها به راه افتاده و ابتلا به سویه آمیکرون همچنان در ایران کنترل نشده و قربانی می گیرد. امروز 13 هم بامداد 14 ساعت 2:30 میشه بیمارستان کودکان. در این شرایط بسیاری از خانواده های ایرانی به دلایل مختلف نگران سلامت فرزندان خود هستند، هرچند در بسیاری از نقاط جهان از مدتها پیش آموزش حضوری شده بود. ایمن نبودن واکسن های استفاده شده، آمار پایین افرادی که دوز سوم واکسن را دریافت کردند و عدم رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مدارس مهمترین دلایل نگرانی مردم از آغاز آموزش حضوری در شرایط فعلی است. متخصصان نیز در ایران پیشتر در خصوص بازگشایی مدارس بدون رعایت اصول بهداشتی و فراهم شدن شرایط لازم هشدار داده بودند. این گرفتاری برای 10 بچه پیش بیاد، خدای نکرده برای بیشتر از این پیش بیاد، حالا هزاری بگیم بچه ها نمیگیرن، ولی بچه هایی که برای جثه های بزرگتری دارن، طرف 12 سالشه، 13 سالشه، جثه بزرگتری داره، درشتره، تو سن بلوغه، اینا درگیر بشن ما واقعا خودمون ببخشیم. در این وضع امروز دولت عراق هم اعلام کرده است اگر مسافران واکسن ایرانی تزریق کرده باشند اجازه سفر به این کشور را ندارند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی که امروز خواستار راه افتادن نهضت مسجد سازی در این وزارتخانه شده است، اما میگوید هزینه درمان هر بیمار کرونایی 40 میلیون تومان است و ادعا کرده این کشور در مهار کرونا در دنیا نمره قبولی گرفته است. طبق آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت در ایران تا پایان سال 1400 136139 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. کارشناسان اعتقاد دارند میزان ابتلا به کرونا و فوت شهروندان ایرانی در اثر این بیماری بسیار بیش از آمار رسمی منتشر شده توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی است. داریوش معمار، ایندیپندنت فارسی.